طالبان ادعای تخریب خانه‌های مسکونی در پنجشیر را تکذیب کردند. لغزش کوه در غور 1 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. فرمانده برجسته طالبان کشته شد. پنجشیر در فواران خشم و آتش طالبان سوخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. روزنامه 8 صبح، کابل. منابع محلی در ولایت پنجشیر ادعا میکنند که افراد طالبان در این ولایت برخی از خانه‌های مسکونی را که مالکان اصلیشان در آن منطقه حضور ندارند تخریب میکنند. یک منبع معتبر محلی در ولایت پنجشیر که از ذکر نامش در خبر خودداری میکند به روزنامه 8 صبح گفت طالبان پس از ویران کردن برخی از خانه‌ها چوب آنها را به بیرون از این ولایت انتقال می‌دهند. وی می‌افزاید که نیروهای طالبان درختان را نیز بریده و می‌سوزانند. به گفته منبع افراد طالبان در ولسوالی‌های رخه، بازارک، خنج و آنابه ولایت پنجشیر دست به این اقدام زدند. منبع تصریح می‌کند که باشندگان محل از حراس این که به آنان ضرر رسانده نشود تا کنون مانع این کار طالبان نشدند. حکومت محلی طالبان در ولایت پنجشیر اما این ادعاها را تکذیب می‌کند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای ولایت پنجشیر در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که خانه های مسکونی حتی در نبردهای چند ماه پیش میان آنان و نیروهای جبهه مقاومت ملی نیز تخریب نشده است. او تاکید میکند که تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی مربوط به ولایت پنجشیر نمیشود. لغزش کوه در غور 1 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در اولسوالی شهرک ولایت غور تایید میکنند که در نتیجه لغزش کوه در منطقه دره بیدان 1 دختر 12 ساله جان باخته و 4 تن دیگر به گونه شدید مجروح شدند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای غور روز 4 شنبه 29 جدی به روزنامه 8 صبح گفت که در نتیجه لغزش کوه روی یک منزل مسکونی سقف خانه فرد به نام محمد داوود فرو ریخته است. زعیم گفته شب گذشته 28 جدی حوالی ساعت 11 بجه شب در نتیجه فروریزی سقف و فرود آمدن سنگ دختر 12 ساله محمد داوود جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این مسئول محلی طالبان گفته است وضعیت 3 کودک که در نتیجه این رویداد زخم برداشتند وخیم است. او تصریح کرده است که در این حادثه 1 زن نیز زخم برداشته که وضعیت صحی او رضایت بخش است. گفتنی است که از 2 روز قبل بدین سو در نتیجه زلزله راه غور هرات در منطقه دره بیدان در اثر لغزش کوه مسدود شده است. فرمانده برجسته طالبان کشته شد. یک فرمانده محلی امارت اسلامی و پسرش در تیراندازی در کنر کشته شدند. 6 تن امروز در تیراندازی یک فرد مسلح در ولایت کنر کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. یک فرمانده محلی امارت اسلامی همراه با پسرش و 4 غیر نظامی امروز در تیراندازی یک فرد مسلح در ولایت کنر کشته شدند. ریاست استخبارات ولایت کنر میگوید که این رویداد پیش از 6 امروز در ولسوالی نرنگ این ولایت رخ داده است. با گفته ریاست استخبارات 4 غیر نظامی نیز در این تیراندازی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست استخبارات ولایت کنر انگیزه این تیراندازی را دشمنی شخصی گفته است. پنجشیر در فواران خشم آتش طالبان سوخت. فرهناز فروتن در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: این دانشگاه پنجشیر است. طالبان این دانشگاه را با آتش کشیدند. چرا با آتش نکشند؟ عقده‌ای که طالب علیه پنجشیر و فرهنگ مقاومت دارد بی پایان است. پنجشیر طالب را به چالش کشیده است. پنجشیر برای یک مکتب استادگی می کند و طالب روز دوباره در همین جا شکست خواهد خورد. ما دوباره دانشگاه های سوخته ایمان را آباد خواهیم کرد و روز دسته دسته به صنف های درس خواهیم رفت. نفرین به تفکر سیانادانی. مقاله روزنامه 8 صبح، کابل.
مشکلات بانک ها حل نشد. شهروندان در نقاط مختلف افغانستان از وضعیت بانکداری در کشور شکایت دارند. از زمان برگشت طالبان تا حال مردم با مشکلات جدی روبرو شدند. بزرگترین معضل بانکداری کشور نبود پول نقد و اعمال مدیریت ها از سوی حکومت بانک مرکزی عنوان می شود که با وجود گذشت 5 ماه هنوز حل نشده است. بیشتر بانک‌های خصوصی در پایتخت به جای گسترش دامنه ارائه خدمات، نمایندگی‌هایشان را یکی پی دیگر بسته می‌کنند. بانک‌های نیز وجود دارند که از پرداخت حتی کمترین پول به دارندگان حساب‌های بانکی ناتوان هستند. مردم بیشتر مواقع به بانک مراجعه می‌کنند، اما در پایان روز با دست خالی به خانه برمی‌گردند. برخی مواقع زوام و برخی مواقع دیگر نیست نبود پول سبب سرگردانی مردم می شود. این چالش ها در ولایت ها جدی‌تر از باشندگان تخار، کندوز و زمنگان روز یکشنبه 26 جدی از کمکاری و کندی در فعالیت بانک ها شکایت کردند. آنان گفتند که دسترسی نداشتنشان به ماشین های خودپرداز سبب شده است که ساعت ها در صف بانک منتظر بمانند. برخی از بانک ها حتی فعالیتشان را در ولایت ها متوقف کردند. در موارد مردم برای گرفتن پول از یک ولایت به ولایت دیگر سفر می کنند. بیشتر شهروندان همین حالا پولشان را از نمایندگی و دفاتر مرکزی بانک ها در کابل می گیرند. متاسفانه مشکلات بانک ها حل نشده است. محدودیت های وضع شده از سوی بانک مرکزی بزرگترین چالش فرارای بانک ها عنوان می شود. اعمال این محدودیت ها به دلیل نیست. به نظر می رسد که طالبان در کنار دلار با کمبود پول نقد افغانی نیز روبرو هستند. شاید هم آنان پول نقد داشته باشند، اما برای حفظ ارزش پول افغانی آن وارد بازار نمی کنند. حتی امکان دارد که برخی بانک ها در حفظ حسابات مردم ناتوان بودند و اکنون به مشکل برخوردند. به هر حال مشکل اساسی برای مردم این است که مسئولان در این حال که توانایی ارائه خدمات را ندارند پاسخگو نیستند. آنها نمیگویند که در بانک ها چی میگذرد و چرا این مشکلات ایجاد شده است. متاسفانه بانک مرکزی خود میبرد و میدوزد و به هیچ کس پاسخ نمیدهد. در شرایط بحرانی کنونی که همه مردم به پول نیاز دارند، بهتر است که بانک مرکزی در مشوره با افراد متخصص که در بدنه این نهاد حضور ندارند، راه حل منطقی را برای رسیدگی به این معضل یافت کنند. البته این راه حل ها باید نظر به زمان انعطاف پذیری داشته باشند. در روزهای اول پس از مشوره با آگاهان، پرداخت پول در بانک ها افتوار شد. حالا که ازدحام در بانک ها بیشتر شده است، باید روی گزینه پرداخت مانع کار شود تا مردم با خیال راحت تر همان پولی که در 4 هفته دریافت می کنند را در 1 ماه بگیرند. این گونه ازدحام نیست از بین می رود و مردم بدون دردسر می توانند مقدار از پولشان را بگیرند. با فشاری طالبان بر روی کرده پرداخت هفتوار در شرایط کنونی غیر منطقی است و مشکلات را بیشتر می کند. با توجه به آغاز کار ماشین های خودپرداز توقع می رود مشکلات مردم حل شود. با وجود آن بانک مرکزی باید روی راه های حل اساسی برای معضل کنونی بانکداری در افغانستان کار کند. در حال حاضر حتی معاشات از طریق صرافی ها پرداخت می شود. در دنیای امروز بانک ها نباید آنقدر ناتوان شوند که مردم دوباره به روش های قدیمی روی آوردن. داد و ستد در صرافی ها امکان پولشویی و سایر مشکلات پولی را افزایش می دهد. در آن شرایط حتی کنترل و نظارت به گردش پول سخت‌تر می شود و چالش های دیگر ایجاد می کند. بهتر است که بانک مرکزی هر چی زودتر به پرسش های مردم پاسخ دهد و از زمینه حل مشکلات را فراهم کند. در صورت که مسئولان در حل مشکلات ناتوان هستند، بهترند به ناتوانیشان اعتراف کنند و به افراد متخصص فرصت دهند که به مشکلات رسیدگی کنند. با توجه به آغاز کار ماشین های خودپرداز توقع می رود که مشکلات مردم حل شود. با وجود آن بانک مرکزی باید روی راه های حل های اساسی برای معضل کنونی بانکداری در افغانستان کار کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان و سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومون را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روز و شبتان خوش.